نگاهی داره اون دینه. اونی هم که با اون بالا نشسته ما اسمشو خدا میذاریم، شما هم هرچی دلتون میخواد اسمشو بذارید، اون هم جلاد نیست، انتقام قرار نیست بگیره، همچین دشمنی هم با ما نداره، دوستمون داره، فقط میخواد کمکمون کنه. گاهی وقتا که ما خودمون نمیتونیم بفهمیم چی خوبه برامون، چی میخوایم، بهمون میگه اگه این کارو بکنی بهتره. نمیخوایم، جهنم نکن، برو تو جهنم. بنابراین این اون چیزیست، تعبیریست که من از هنر دارم و از دین دارم و من اصلا جدایی بین اینا نمیبینم. من معتقدم متدین بودن یعنی هنرمند بودن، چون دین یعنی عشق، اساس دین عشق، اساس هنر عشق، کاری که یه آدم متدین میکنه بیان این احساس و عواطف روحانی میشه. پس با تعبیر شما دین و هنر هر دوتاشون در خدمت انسانن. در خدمت انسانن، دقیقاً. اینا هر دو اصلا خود انسانن. اینها ابعادی از وجود انسان هستن که انسان سعی میکنه اینها رو بیانش بکنه، رشدش بده. رشد یعنی همین، یعنی من وجودم رو اون چیزی که به شکل استعداده بیارم و بیانش بکنم، مثل یه دونه پرتقال که سعی میکنه یه درخت پرتقال بشه. ما هم داریم این کارو میکنیم. و اما روی خط اسکایپمون شادی رو داریم. شادی جان خوبی؟ مرسی، ممنون. امیدوارم که حال شما و بیننده ها و شنونده هاتون خوب باشه. ممنون، مرسی، ما خوبیم. امروز چی داری واسمون؟ نوالا، خیلی خوشحالم که برنامه ما روز اولش وقتی هستش که نزدیک روز کتاب و کتابخانی هستیم، چون برنامه ما برنامه معرفی کتابه و من در نفیشه که دوتا کتاب دارم که برای دوستان شما و بیننده های خوبتون معرفی کنم. بسیار عالی، منتظریم. مرسی، ممنون. اجازه بدین اولین کتاب، کتاب به رغم پنجره‌های بسته باشه، که کتابی است در واقع پژوهشی است درباره شعر معاصر زنان، زنانی که در زمان ما زندگی می‌کردن و تحولی که شعر زنان در زمان ما داشته. آقای کامیار عابدی این پژوهش رو انجام دادن. کتاب از نشر نادر چاپ شده و چاپ اولش در زمستان سال 1380 بوده. آقای عابدی در مقدمه کتاب خودشون توضیح دادن که این کتاب سه بخش داره. بخش اول و دوم شامل شاعرهایی میشه که در واقع حضورشون در زمان ما برجسته تر بوده، شناخته شده تر هستن و کارهاشون رو بیشتر دیدیم و خوندیم. بنابراین بخش اول و دوم این کتاب به شاعرهایی میپردازه که ما بیشتر میشناسیمشون و بیشتر شعرهاشون رو دیدیم، در مجموعه ها و جاهای مختلف شنیدیم. از جمله این شاعرها میتونیم اشاره کنیم به زرین تاج قزوینی، به شمس کسمایی، به ژاله قائم مقامی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، فرشته ساری، گیتی خوشدل. و در بخش سوم مجموعه ای از کارهای شاعرانی هست که ممکنه مجموعه شعری نداشته باشن یا به اندازه شاعران بخش اول و دوم ما اونها رو نشناسیم، ولی در زمان خودشون اشعاری سرودن که قابل توجه بوده، در سالنامه ها ذکر شده، در مجلات اومده. و آقای عابدی خودشون اشاره کردن که هرچند از بعضیشون بیشتر از یه شعر خوب وجود داشته، ولی به انتخاب شعرهای معدود بسنده کردن. و در واقع اگر این کتاب رو بخونیم، یک نگاه گذرا و یک نگاه کامل البته به شعر زنان ایران در زمان ما خواهیم داشت. و شادی جان، جزء اسامی شعرا اسم خودت نیست؟ مونا جان، این در واقع کتاب مجموعه اشعاری هست یا شاعرانی هست که مخاطبشون بزرگسال بوده و هیچ شاعری که کودک و نوجوان باشه توی این کتاب اسمش نیومده و خیر من هم جزشون نیستم، ولی خوندنش خیلی لذت بخشه برای اینکه وقتی میخونیم میبینیم که چه خانمایی در زمان ما در چه شرایطی، در حالتی که ما الان نمیتونیم در زندگی امروزمون تصور کنیم، در اون شرایط سخت شعر میگفتن و شعرشون بسیار بسیار خوندنی بوده و هست. بسیار خوب شادی جان، اگر که موافق هستی به علت کمبود وقت بریم سراغ کتاب دوم.
کتاب دوم اگر اجازه بدین، چون کتاب اول کتابی درباره شعر بود، کتاب دوم کتاب شعر باشه. این کتاب عنوانش هست این دفتر را باد ورق خواهد زد، از آقای شهاب مقربین. ناشر این کتاب مؤسسه انتشاراتی آهنگی دیگر هستش و چاپ اول زمستان سال 87 بوده. آقای مقربین یکی از شاعران خیلی خیلی خوب زمان ما هستن که ایشون در واقع شعراشون شعر نو هست و شعر سپید، و اگر کسی علاقه من باشه به شعر نو یا شعر سپید، حتما آقای مقربین رو میشناسه و من پیشنهادم به شنونده ها و بیننده های عزیزتون اینه که حتما کارهای ایشون رو بخونین. زبان ایشون و نگاه ایشون به همه چیز منحصر به خودشون هستش، و اگر شعر رو گره خوردگی عاطفه و تخیل بدونیم که در زبانی آهنگین شکل میگیره، شعر آقای مقربین واقعا شعر زیبایی هستش و خوندنی و موندنی. آقای مقربین کتاب های دیگه هم دارن، مجموعه اشعار دیگه هم دارن با عنوان های اندوه پروازها، گام های تاریک و روشن، کلمات چون دقیقه ها و کنار جاده بنفش کودکی هم را دیدم. این مجموعه در واقع جایزه شعر کارنامه را از آن خودش کرد و یک گزینه اشعار هم دارن به نام رویاهای کاغذی ام. علاقمندانی که دسترسی به اینترنت داشته باشن، اگر بخوان در واقع به صورت در اینترنت شعرهای آقای مقربین رو بخونن، وبلاگی هستش که شعرهای ایشون کما بیشترش قرار میگیره به اسم شهاب مقربین .blogspot.com. مصاحبه هایی از ایشون در این وبلاگ هستش و در واقع علاقمندان به شعر ایشون میتونن چیزای خوندنی و جالبی اونجا پیدا کنن و لذت ببرن. ممنون شادی جان و با امید دیدارت در برنامه‌های آینده. خواهش می‌کنم. امیدوارم که دوستان ما دسترسی به این کتاب‌ها بتونن پیدا کنن و بخونن و لذت ببرن. ما هم امیدواریم. روح هنرمند انقدر لطیفه که نمیتونه جز به عشق خدمت کنه، وگرنه که هنرمند نیست. و هر وقت دین هم یعنی عشق، معلومه که هنرمند در خدمت عشقه. در واقع هنر حقیقی یعنی عشق. ولی اگه دین چیزی غیر از این هاست، نه تنها هنر باهاش کاری نداره، بلکه شاید هم باهاش در تضاده. ارباب هنر و اصحاب شعر و موسیقی در ابراز احساسات و اظهار عواطف درونی از عالم دیگر الهام میگیرند. زمان با شما بودن مثل برق میگذره و کلی حرفهای ناگفته باقی میمونه. ولی مگه حتما باید این برنامه زمان دوستیای ما و شما باشه؟ ایمیل این برنامه رو که یادتون هست، تلفن رو هم که دارید، اگه ندارید یه خودکار کاغذ آماده کنید تا براتون بگم. ایمیل ما هست jostjoo@novintv.org و شماره تلفن ما 647 429-20-52 با شماره 201 در ابتداش. این راه ها به علاوه ارتباط قلبی و روحانی ما، راه های دیگه دوستی و صمیمیت هست. تا هفته بعد منتظرتون میمونم. تا آخر عشق فقط یه قدم فاصله است. از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله.